سلام، اینقدر در مورد تفاوت بین دو پویکو، دکو و بختیار دو از من سوال میشه و اینقدر برام پیام میاد به شکلهای مختلف و توی کلاس ها اینقدر شاگرد ها تفاوت اینها رو میپرسن و بعضا خیلی گیج کننده هست براشون که تصمیم گرفتم یه ویدیوی کامل مستقل در خصوص تفاوت اینها و کاربردشون کامل براتون تهیه کنم. اما اگه میخواید خوب یاد بگیرید باید این ویدیو رو تا آخر ببینید و یه شرط داره: کانال فرانسه دالغو سابسکرایب عضوش بشید و حتما این ویدیو رو لایک کنید. تا آخر همراه من باشید. مرسی. خب، من این ویدیو رو اگه بخوایم ساختار کلیش رو بگیم توی چهار بخش برای شما تهیه کرد. بخش اول دو پوی و دو پویکو رو توضیح میدم، بخش دوم د یا دکو، بخش سوم اپختیر دو، و بخش چهارم یه عالم مثال کاربردی و خوب برای اینکه دیگه هیچ شبهه‌ای برای شما در خصوص این عبارات باقی نمونه. خب بریم از دوپوی شروع بکنیم. دوپوی، دوپویکو کجا استفاده میشه؟ ما اول باید بدونیم که در واقع از نظر مفهومی، زمانی، از نظر کانتکست دوپوی و دوپویکو کجا استفاده میشه. توضیحش خیلی ساده است، درکش هم خیلی ساده است، و اون این که دوپوی یا دوپویکو در واقع برای بیان عملی استفاده میشن که در گذشته شروع شدن و تا زمان حال ادامه پیدا کردن. این یکی. دومی که همین رو میتونیم به یه شکل دیگه هم بگیم، به عبارتی برای بیان زمان عملی که در گذشته شروع شده. این کاربرد اول دوپوی و دوپویکو هست. چند تا مثال میزنم تا براتون دقیق این کار مثلا مشخص بشه. Vous étudiez le français depuis le 1er janvier. یعنی شما از اول ژانویه فرانسه میخونید، زبان فرانسه میخونید. میبینید depuis le 1er janvier در واقع داره مشخص میکنه که زمانی، از چه زمانی شما فرانسه خوندن رو شروع کردید. اکسیون یا عملی که مشخص میشه فرانسه خوندنه، داره به ما میگه که این فرانسه خوندن از گذشته شروع شده، از چه گذشته ای؟ از اول ژانویه. لحظه رو هم داره نشون میده که از چه لحظه شروع شده و تا الان هم قاعدتا ادامه میده. میگیم دو پوی، وقتی میگیم دو پوی ناخواسته، یعنی که اون در واقع اکسیون یا اون کار تا الان ادامه پیدا کرده. پس vous étudiez le français depuis le 1er janvier. le 1er janvier یعنی شما از اول ژانویه داری فرانسه میخونی، گذشته شروع شد تا الان ادامه پیدا کرده. یه مثال دیگه، elle joue du piano depuis son enfance. اینجا میبینید که بعد از دو پوی یک اسم، به هر حال داره زمان رو مشخص میکنه، داره میگه که این یاد به اصطلاح پیانو نواختن از کی شروع شده. اکسیونی که از گذشته شروع شده تا زمان حال ادامه پیدا کرده. در واقع داره میگه اون از بچگیش پیانو میزنه. دوپوی سون انفانس. تو مثال قبل بعد از دوپوی تاریخ آوردیم، اینجا بعد از دوپوی یک اسم میاره که البته این اسم هم در درون خودش مفهوم تاریخ رو داره، چون داره میگیم سون انفانس. پس دقت بکنید در کاربرد اول دو پویی دارید میبینید که ما عملی یا اکسیونی رو داریم مشخص میکنیم که از گذشته شروع شده تا زمان حال ادامه پیدا کرده، و یا به عبارتی لحظه آغاز یک عمل رو مشخص میکنیم. تو مثال اول لحظه آغاز اکسیون یا عمل ما که خوندن فرانسه بود، یک ژانویه بود، اینجا لحظه شروع عمل ما بچگیشه. حالا ممکنه خیلی دقیق نباشه، وقتی میگیم سون انفانس خیلی لزومی نداره که ما تاریخ و دقیق بخوایم مشخص بکنیم، راجع به یک بازه زمانی داریم صحبت میکنیم. اما دوپویکو از نظر مفهوم با دوپوی هیچ فرقی نمیکنه، اما از نظر نوع ساختار جمله با هم فرق میکنه. بعد از دوپوی شما یا تاریخ میارید یا یک اسم میارید. دوپوی لو 1 ژانویه، دوپوی لو ماتان، دوپوی سون انفانس. میبینید در واقع یک
تاریخ یا یک در واقع اسم. اما بعد از دو پوی کو ما یک جمله باید بعضی جاها لازمه که ما بگیم اون عمل از وقتی شروع شده که یک عمل دیگر رو به صورت یک جمله داریم بیان میکنیم. بعد از دو پوی کو یادتون باشه که ما یک جمله میاریم. یادتون باشه فرقش با دو پوی خالی در اینه. مثال میزنم برات. مثلا depuis qu'il habite ici, il n'a pas cessé à se plaindre. یعنی از وقتی که اینجا زندگی میکنه یه ریز داره شکایت میکنه. سسه یعنی در واقع دست از کاری کشیدن. در واقع میگه متوقف نکرده. سوپلاندره. شکایت کردن. Depuis qu'il habite ici. باز دوباره مفهوم همونه. ما داریم میگیم که در واقع داریم لحظه شروع رو نشون میدیم. از کی داره شکایت میکنه؟ Depuis qu'il habite ici. از وقتی که اینجا داره زندگی میکنه. پس لحظه شروع رو نشون میدیم. و عملی است که در گذشته شروع شده و تا الان هم ادامه داره. در واقع شکایت کردن سوپلاندر اکسیون ما تو این جمله از گذشته شروع شده. چه گذشته ای؟ وقتی که اینجا از وقتی که اینجا زندگی میکنه تا الان هم ادامه داره. پس میبینید که مفهوم همونه، اما فرقش اینه که دو پویکو بعدش چی میاد؟ بعدش جمله میاد و نه یک اسم. یه مثال دیگه. Elle ne nous parle plus depuis qu'elle est ministre. حالا من جو دو پویکو رو آخر جمله آوردم. Elle ne nous parle plus depuis کل مینیستر. یعنی از وقتی که وزیر شده با ما صحبت دیگه نمی کنه. بازم مفهوم همونه، فقط می بینید بعد از دو پویکو من جمله آوردم. اما در هر صورت اکسیون ما از گذشته شروع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده و ما داریم لحظه اکسیون رو مشخص می کنیم. لحظه کیه؟ لحظه وزیر شدنشه. و به هر حال داریم میگیم که با ما صحبت نمی کنه. از وقتی که وزیر شده، یعنی به هر حال همین الانش هم تا این لحظه هم از گذشته تا این لحظه این قضیه ادامه داره. پس این مفهوم دوپویکو در حالت اول. اما کاربرد دومی که دوپوی داره و بیشتر دوپوی و نه دوپویکو، دوپوی به تنهایی میتونه طول در واقع زمان اون اکسیون یا عمل ما رو از لحظه شروع مشخص کنه. مثلا Il cherche du travail depuis plus d'un an. یعنی دنبال کار میگرده از بیش از یک سال پیش. یعنی الان بیش از یک ساله، به عبارتی خیلی راحت بخوایم ترجمه کنیم میگیم الان بیش از یک ساله که دنبال کار میگرده. پس میبینید depuis plus d'un an ما داریم طول دوره اکسیون مشخص میکنیم که چقدر بیش از یک سال. راجع به طول صحبت کردیم، طول در واقع مدت زمان اکسیون ما بیان میشه توی این مثال. یه مثال ساده دیگه. Il est au chômage depuis quelques mois. یعنی الان چند ماه بیکاره. میبینید depuis quelques mois داره طول دوره اکسیون رو که بیکار بودن باشه نشون میده. quelques mois، چند ماه. پس ببینید کاربرد دوم چطور شد؟ کاربرد دوم وقتی که شما میخواید با depuis طول دوره زمان نشون بدید. پس خیلی بخوایم مختصر و خلاصه بکنیم دوپویی رو، دوپویی و دوپویکو در واقع برای بیان عملی در واقع استفاده میشن که در گذشته شروع شده تا زمان حال ادامه پیدا کرده، یا به عبارتی لحظه شروع عمل رو یا اون لحظه که عمل ما شروع شده از نقطه آغاز مشخص میکنه. خود دوپویی به تنهایی یکی از کاربردهای دیگرش اینه که ما در واقع طول دوره یک اکسیون و یک عمل رو از لحظه شروع مشخص بود. خب بریم سراغ د یا دکو. د یا دکو برای مشخص کردن عملی استفاده میشند که در واقع درست پیش از یک عمل دیگه اتفاق افتاده، برای مشخص کردن یک اکسیونی که درست قبل از یک اکسیون دیگه اتفاق افتاده. به عبارتی ما میتونیم بگیم د یا دکو یه جورای مفهوم بلا فاصله یا بلا مفهوم همین که این مفاهیم رو، این ایده ها رو توی ذهن تداعی میکنن و معمولا هم وابستگی دوتا اکسیونی که توی جمله داره استفاده میشه به همدیگه خیلی زیادن. مثلا وقتی که میگه، مثال کلی براتون میزنم به فارسی برای که مفهوم رو بگید، مثلا میگه که من همین که ببینمش بهش میگم جریان از چه قراره.
ببینید یه جورایی مفهوم بلافاصله همین که داریم میگیم، همین که ببینمش، و ارتباط تقریبا خیلی تنگاتنگی بین دو تا اکسیوم وجود داره. یعنی به هر حال شما تا نبینیدش اون حرف رو بهش نمیزنید و حتما باید ببینیدش، اکسیون اول، تا اون حرف رو بهش بزنید، اکسیون دوم. پس ارتباط تنگاتنگی بین دو تا اکسیوم وجود داره وقتی که شما د یا دکو استفاده میکنید. مثال: De son retour, elle a commencé à se plaindre. یعنی از وقتی که برگشته شروع کرده به چی؟ به شکایت کردن، به گله و شکایت. De son retour. یه جوره نگاه بکنید، خود de اون تو ذهنتون بیارید. تا بحث de یا دکو میشه مفهوم بلافاصله تو ذهنتون بیارید. یعنی از وقتی برگشته در واقع شروع کرده به شکایت. یعنی همین که برگشته، ناخواسته این مفهوم همین که توی ذهن میاد وقتی که د یا دکو استفاده میشه، د سون و تو، یعنی همین که برگشت، همین که برگشته، یا از لحظه برگشتش همونطور که میبینید به هر حال داره در واقع اکسیونی رو نشون میده که قبل از یک اکسیون دیگه ای به وقوع پیوسته، و توی این جمله همونطور که میبینید اکسیون اول بازگشتشه، یعنی اول بازگشته، برگشته و بعد شروع کرده به سوپلند، گله و شکایت. و ما در این حالت برای اکسیونی که مقدم تره، یعنی زمانش زودتره، همین که برگشت یا از لحظه برگشتش، برای اکسیون مقدم تر ما د استفاده میکنیم. د سون رتور الا کومانسه ا سوپلند، این از وقتی که برگشته شروع کرده به در واقع گله و شکایت. توی اینجا هم مثل دو پویی، ما اگر د به تنهایی بیاد بعدش اسم استفاده میشه، همونطور که مثالی رو که براتون زدم د سون قطو. اما اگر بخواید جمله استفاده کنید دکو، دکو بعدش در واقع جمله ما باید حتما بیاریم. و توی کاربردی که برای د داریم معمولا در واقع جملات به زبان آینده استفاده میشه. به عبارتی ما د و دکو رو بیشتر نه همیشه، بیشتر برای کنتکست هایی که در زمان آینده اتفاق افتادن استفاده میکنیم. مثال براتون میزنم. مثلا وقتی میگیم je partirai dès qu'ils arriveront، je partirai dès qu'ils arriveront، من میرم به محض اینکه برسن، یا من میرم وقتی که رسیدن. اینجا میبینید که من هر دو جمله رو به زبان آینده ساده استفاده کردم و بعد از دکو همونطور که گفتم جمله استفاده میشه، دی کیل زغیف غم، بلا فاصله بعد از اینکه اونها برسن، جو پختیغه دکیل زغیف غم. یه مثال دیگه: دکو جاپوی سور لفران لا واتور رالانتی، دکو جاپوی سور لفران لا واتور رالانتی، یعنی همین که من روی ترمز فشار بیارم یا همین که من ترمز بکنم ماشین سرعتش کم میشه. دقت بکنید توی تمام مثال هایی که من براتون با د یا دکو زدم وابستگی زیادی بین دو تا اکسیوم وجود داره. یعنی به هر حال عمل دوم کاملا وابسته به عمل اول، یعنی سرعت ماشین در صورت کم نمیشه مگر اینکه شما ترمز کنید، مگر اینکه شما رو پدال ترمز فشار بیارید. پس توی د یا دکو وابستگی زیادی بین دو تا اکسیوم وجود داره و همونطور که میبینید در واقع همون مفهوم و نوسیونی که مطرح کردیم در موردش هست، و اون اینکه د یا دکو وقتی استفاده میشه که در واقع برای نشون دادن اکسیون یا عملی استفاده میشه که درست پیش از یک عمل دیگه اتفاق میفته. اون عمل مقدم، عمل اولی، باید با د یا دکو همراه باشه. اما یه مثال دیگه و یه نکته مهم در مورد د یا دکو. ما وقتی که د در واقع دکو رو استفاده میکنیم، یعنی ممکنه یک جمله بیاریم بعدش، از نظر گرامری درستتر این هست که ما آینده مقدم استفاده بکنیم. آینده مقدم آینده ای که قبل از آینده ساده اتفاق میفته. خب ما دقیقا مفهوم دکو هست. ما تو دکو میگیم دکو برای بیان عملی استفاده میشه که درست قبل از یک عمل دیگه اتفاق افتاده باشه. بنابراین اگر ما در نظر بگیریم که این قضایا در آینده اتفاق افتادن، یکیشون آینده نزدیکتری هست، یکیشون آینده مقدمتری هست، که اون همون آینده هست، همون جمله هست که با دکو در واقع همراه میشه. مثال میزنم براتون. مثلا وقتی میگیم جومو کوشره دکیل سورون پختی، جومو کوشره
دکیر سوم پختی، یعنی همین که برن من میخوابم. خب همونطور که میبینید مفهوم دکو توش هست، بیان در واقع توصیف عملی که درست پیش از یک عمل دیگه به پیوسته، و همونطور که میبینید اینجا رفتن اونها مقدم بر خوابیدن من هست، یعنی اول اونها میرن بعد من میخوابم، هر دو در آینده است ولی رفتن اونها مقدمه، پس بهش میگیم آینده مقدم. در زبان فرانسه به این میگن آینده مقدم. و آینده مقدم که اینجا خیلی نمیخوایم واردش بشیم، فقط کلی میگم ساختارش، ساختنش به این صورت هست که شما آینده ساده فعل کمکی یا اکسیلیرتون به اضافه پختیسی پسیف فعل اصلی شما هست، که توی این جمله میبینید که به این شکل به کار رفته: به محض اینکه برن یا همین که برن من میخوام. یه مثال دیگه هم بزنیم، مثلا دکو تو اورا لا رپونس پریویان موا. دکو تو اورا لا رپونس پریویان موا، یعنی همین که خبر گرفتی یا همین که جواب گرفتی بهم خبر بده. پریویان موا یعنی به من خبر بده، همین که جواب گرفتی بهم خبر. همونطور که میبینید وابستگی بین دو تا اکسیوم، بین دو تا عملی که تو جمله هست به هم زیاده، یعنی به هر حال تو خبر رو نگیری نمیتونی، تا تو در واقع جواب رو نگیری نمیتونی به من خبر بدی، به هم وابستن. و همونطور که میبینید باز عملی رو دکو داره توصیف میکنه که درست پیش از وقوع یک عمل دیگه اتفاق افتاده، یعنی شما بلافاصله خبر در واقع جواب رو گرفتید، بلافاصله خبر هم میدید، چون داریم میگیم که در واقع بلافاصله بعد از اینکه در واقع جواب رو گرفتید به هم خبر. این میشه مفهوم د و دکو از نظر در واقع ساختار زمانی و در واقع نوع زمانی که ما برای بیانش، بیان جملاتش استفاده میکنیم.